بازگفت کوتاهی میکنیم از اون چیزی که در آموز گفتار پنجم و ششم گیرمون آمد. اونم این بود که سامی ها و شاخه از اونها عرب های فرهنگی داشتن که برآمده های اون روی هم رفته ناسازگاری بسیار بزرگ داشت با آن چیزی که این مهاجرای هندو اروپایی یا گروه شرقشون آریایی ها تو ایران برنهاده بودن و بعد با زرتشت شکل ویژه فلسفی گرفته بود که گفتمان اصلیش تولید بود یا به قول خودشون ابزونیگی و پیروی از ابزاری که این تولید رو به بیشترین میرسونه، مثل خرد و مثل وجدان آزاد. البته اینا از اون هم تا اندازه‌ای جدا هستن، برای خودشون استقلال دارن، ولی ما توی این بحث نمیخوایم وارد بشیم. خرد و وجدان آزاد دو تا بنیادش بود و برایند اینا افزایش تولید بود. جامعه سامی دینایی هم که ساخت بگذاره سالها قرون تو این باغ نبود. از قداست دستورهای نیروهای الهی صحبت میکرد که این به خودی خود مقدسه، انسانم کارش فقط پیروی از اون دستور هاست، حالا هر اندازه که اون دستور ها منطقی باشن یا نباشن، و در همه زمینه ها ناسازگاری داشت با ایران، حتی از داستان آفرینش جهان گرفته، نه فقط دستورهای روشنی که بعدن در دین میان که چه باید کرد چه نباید کرد، حتی در از داستان آفرینش که یکی انسان رو برابر با یزدان میدونست، اون یکی در حقیقت یه نوکری، یه آفریده بسیار سستی، زیر دستی که یه تکالیفی بهش داده شده اون انجام میده. این ناسازگاری خب تا موقعی که دینای ابراهیمی تو ایران پا نگرفته بودن، خب ایرانی هم ازش خبری نداشتن، یا اگرم داشتن فقط در سطح فقط نگاه به همسایه هاشون بود. با مسیحیت نخستین بار یکی از این دینای ابراهیمی کوشش کرد به داخل ایران رخنه کنه که واکنش ایرانی ها رو برانگیخت، کما بیش سر و کار اومدن دولت ساسانی هم از همون بود که جلوشون رو بگیره تو غرب، تا اندازه‌ای با ابزار فلسفی، تا اندازه‌ای با ابزار دنیوی. ابزار فلسفیش مثلا یکی از پیامداش همون نامی بود که ایرانی ها از روی در حقیقت مسخره روی مسیحی ها گذاشته بودن که بهشون ترسایان میگفتن، چون خود مسیحی ها مثل اسلامی ها سپستر گفتمان اصلیشون همش رو ترسیدن از خدا بود، و چون توی سیستم زرتشتی ها این خداوند همکار مردم بود یا انسان بود، اینا برای اینا انچقدر خنده‌داری بود که آدم از خدا باید بترسه. و منم عرض کردم که بعد از شکست از اسلام 200 سال گذشت تا اینا اصلا اینو بتونن قورت بدن، این چیزای شبیه این رو. به هر روی تا هنگامی که این دولت ایران سر پا بود، خب جلوی مسیحیت رو میگرفت، و طبق برآورد من اگر که اون لحظه یک ضعف موضعی هم نداشت و از اسلام شکست نمیخورد، که اگه اون ضعف رو نداشت هم 100% شکست نمیخورد، چون فقط یه مسئله نظامی بود، هم تا به امروز هم ما احتمالاً در ایران 2% 3% هم مسلمان نمی داشتیم، چون اصلا به دل ایرانی ها این فلسفه اصلا نمی نشست، در همه ابعادش برای ایرانی ها کریه بود. ما این رو شکافتیم و گمان کنم تا صفحه 11 رسیدیم از آموز گفتار ششم، که یه سری هم زدیم به پژواکی که در نوشته‌های تاریخی ازش مانده و اینها. اول از دلایل شکست سخن گفتیم، بعد واکنش ایرانی ها اینها. بعد کوتاه اینجا یه خورده ما اون واکنش رو دنبال میکنیم پس از این شکست ارتشی. ببینید 300 سال که این مردم شکست خورده از سپاه اسلام با جنگ افزار اصلا جلوش میجنگیدن، این دولتشون پاشیده بود و افراد اهلی هم تو ایران هیچ وقت نیاموخته بودن که بجنگن، چون کارشون تولید بود. خب سرکوب اینا از توی مسلمان کار ساده‌ای بود. بعد ولی بعدن یه اتفاق دیگه هم که افتاد، که در اقشار خود پایین ایران، من عرض کردم در کسانی که هوششون معمولا پایینه و گرایش های سادیستی دارن، تا به امروز در حقیقت سربازگیری اصلی مسلمین همینه. شما مثلا تو فرنگ هم نگاه کنیم ببینید، برای تقریبا همه فرنگیان دین اسلام دین کریهیه. شما مثلا میبینی در سر تا سر فرنگ شد مثلا 0.1% جمعیت هم به اسلام نگرویدن از موقعی که با اسلامیان زندگی میکنن و اینها.
و این افرادی که معمولا همین بلوند های مال اروپا که گاهی گداری مسلمون میشن، مثلا میرن سوری اینا میجنگن، به زندگیشون که نگاه کنی میبینی هوششون پایینه و گرایش های سادیستی دارن. شما هیچ وقت مثلا یه پزشک موقر یا مثلا یک مهندسی، یک آموزگاری نمیبینی که مثلا مسلمون بشه. یارو وقت نگاه میکنی تو زندگی شکست خورده بوده، از یه خانواده پر از خشونت میومده، خودش هم و پدرش هم مثلا هوششون پایین بوده، اصلا نمیفهمیده چی به چی تو زندگی، اینا میرن مسلمون میشن. یه چیزی شبیه این آدم هام وقتی که مسلمین ایران گرفته بودن، از داخل خود ایرانیان بهشون میپیوستن که بعدن کمک میکردن سرکوب بقیه هممیهنهای خودشونو. در حقیقت این اون قشری که هوشش کم بود و گرایش‌های سادیستی داشت به اینها پیوست و با این پرسنل اینا این قیامایی رو که میشد سرکوب میکردن. حالا گذشته از این 300 سال جنگ مادی که داشت انجام میشد، 400 سال تا 500 سال ایرانی ها کوشش کردن اصلا اسلام رو از درون منحل کنن. یعنی جنبش هایی که راه افتاد، چه میدونم مثل شعوبیه، معتزله، حالا شاخه های از شعوبیه، اخوان الصفا و اینها که مهمترینشون معتزله بود، این معتزله اصلا کوشش کردن اسلام رو از درون منحل کنن. یعنی از نظر فلسفی داده های رو بهش وارد کنن که اصلا دیگه اون اسلام بودنش از کار بندازه. مثل این که مثلا این قرآن مثلا سخن خداوند یا اما الله نیست، بلکه ساختی انسانی است و تا این مطلب که الله هر کاری که میکنه منطقیه، این سخنهای معتزله اون زمانه. حالا ما وقتی میشنویم خندمون میگیره، چون وقتی بدنه اسلام رو میشناسه، الله هر کاری میکنه منطقیه، الله هر کاری که میکنه دادگران است. چون میدونید که بنیاد دین اسلام بر پایه دین ابراهیمی رو سیستم جبر الهی ساخته شده نظر فلسفی. یعنی این که این خداوند یا الله یا یهوه هر چی که هست، این هر کاری دلش میخواد میکنه، به کسی هم مسئول نیست، نیاز چیز رو توضیح بده و هر کاری هم میکنه درسته، مثلا به کسی هم نیومده سوال کنه و کار انسان فقط اینه که اون تکالیف رو انجام بده، وگرنه میبردش اون دنیا شکنجش میکنه. این همچین رابطه هست بین انسان و خداوند. خداوند هیچ گونه مسئولیتی نسبت به اون انسان ها نداره و در یه همچین فضای اومدن و از این سخن گفتن که الله هر کاری میکنه منطقیه، الله هر کاری میکنه دادگرانه است، یعنی که مجبور خودشو نسبت به انسان ها توجیه کنه، کارهای من منطقیه، کارهای من دادگرانه است. اگه یادتون باشه این کار اهورامزدا میکرد تو نمونه هایی که مثلا از بندرش خوندیم. خب یه همچین چیزی آشکاره که به دل مسلمین نمیشینه. کسی که رفته مسلمان شده، که عرض کردم هوشش هم معمولا پایین بوده، گرایش سادیستی هم داشته، این وقتی میشنوه همچین چیزایی رو میبینه تمام اون مطالبی رو که این رو به اسلام برانگیخته بود میخوان از این بگیرن. چون اسلام که در حقیقت روی صحبتش من عرض کردم فقط با اقشار پایین بود، حتی تو قرآن اشاره میشد به خود پیامبر اسلام که چرا با اراذل همکاری میکنی، داستانش دراز بود، مدینه رو گفتیم، جای دیگه رو. وقتی میره اراذل رو جذب میکنه، این اراذل اومدن واسه یه دلیل که با گرویدن به اسلام از ناکامی خودشون در زندگی آزاد بشن. یعنی اینکه به حالت عادی آدمای ناکامی بودن تو زندگی، کاری از دستشون بر نمیومد، ولی به وسیله اینکه به اسلام میگیرن، اولا تو این جهان ناگهان به مهتری میرسن، چون یعنی نیاز به درسی به خونه کاری بکنه، بلکه فقط یه سری میجنگی میکشه اینا، بعد یوم میشه مهتر. حالا قبلش مثلا خیلی کم سواد یا مثلا کم هوشی بوده. و نکته دوم اینه که بعدش هم برن تو اون دنیا اونجوری که الله مثلا بهشون گفته، اونجا برن مثلا کارهای جنسی بکنن با حوریا و اینها. یه همچین مدل آدمی اومده تو این دین. شما وقتی میای برای این توضیح میدی که کارهای الله همش منطقیه و نمیدونم همش دادگرانه است، میخوای از تو این در حقیقت یه اهورامزدا میخوای بکشی بیاری بیرون، اون به دل اون نمیچسبه. آخر سر در زمان مأمون که اون خلیفه فرزند هارون رشید بود و مادرش هم ایرانی بود، در حقیقت نیمه ایرانی بود و با ایرانیان خیلی نشست و برخاست داشت و زیر نفوذ فکری ایرانیان بود، این کوشش کرد که این اندیشه معتزله اصلا به زور به چپونه به جهان اسلام، اومد یه جور اصلا اداره تفتیش عقاید درست کرد. و با وجود این هم آخر این اندیشه ها که الله خردمنده و دادگره به دل کسی ننشست. جالب اینه که این مسئله دادگر بودنش دست کم سر از شیعه گری در آورد. یعنی اون سابسکشنی از اسلام که ایرانی‌ها توش هجوم بردن
ایرانی شکست خورده موالی، چون اینا حساسیت به این داشتن به دادگری و به این که اون فرمان روا، حالا این بار فرمان روای آسمان ها، یه مسئولیتی رو به اون جهان داره، یعنی میخواد دادگری ایجاد کنه از که جهان بر پایه داد نه بر پایه زور و جبر و اینا بچرخه یا دل بخواهی. این دادو که میدونید در حقیقت به اصول اسلام در شیعه‌گری فرو بردن، ولی اون اصلش که در معتزله بود اون از بین رفت، اونجا برای اسلام کمک اومد. وسط راه ترکا ریختن میلیونی به داخل آسیا غربی و از آسیا مرکزی میمدن و زندگی خودشون هم در حقیقت بر پایه بیابانگردی و بیشتر غارت و اینا بود، و اسلام برای اینا بسیار شیرین بود به اون حالت کلاسیکش، و اینا به همون اسلام کلاسیک گرویدن و این ایرانی هایی رو که اومده بودن این فضای فرهنگی رو در معتزله ایجاد کرده بودن و نظر نظامی هم خلیفه رو شکست داده بودن در دوران آل بویه، در حقیقت اسلام در آستانه نابودی به سر می برد تو قرن اول قرن پنجم هجری به دست ایرانی ها. می دونید که آل بویه و زیاری ها به ویژه اصلا می خواستن نابودش کنن. اونجا چندین میلیون شمشیرکش این بار از ترک کمک اومد و اینا یه بار ایران رو دوباره از نو تصرف کردن. در حقیقت تو داستان های که از اون زمان مونده، یعنی توی گفته های تاریخی، مثلا گفته میشه که چیزی از شهر به شهر میرفتن و این عناصر ایرانی رو قتل عام میکردن، مثلا توی نیشابور به دست گمان کنم طغرل بیگ و برادرش چغلی بیگ و اینا. ما الان کلاس تاریخ نمیخوایم اینجا ایجاد کنیم، به هر حال ابسترکتش این بود که میلیون ها نفر ترک که اصلا بوی فرهنگ ایرانی نداشتن، اینا همون دشنشین بودن شبیه اون عربا، اینا اومدن اسلام و بالات کلاسیکش پذیرفتن و یه بار دیگه ایران از نو تصرف کردن و در حقیقت نابود کردن. این بار هم دیگه نابود شد، چون اون ضربه اولو که خورده بود با خود حمله عربا، داشت اون بازمانده اون نیمه جان داشت خودشو بازسازی میکرد که مثل دشمنه بندازه بیرون، که این یکی که دیگه اومد و به حالتی میلیونی هم اومد، یعنی مثل عربا چند صد هزار نفر نبودن، اینا ریختن تو دشتای ایران و اصلا ایران نظر ژنتیکی تغییر دادن. مثلا آذربایجان خب تا قبل از اینکه اونا بیان اتنیک خیلی هندو اروپایی بود، خیلی خیلی هندو اروپایی، قیافه شبیه مثلا همین آذربایجانی های دست نخورده که هنوز مثلا میبینید تا دوران ما کسروی نمیدونم هشترودی اینا بود، ولی با اونا که اومدن اصلا شبیه همین آناتولی شد آذربایجان، خودمون بخشای بزرگش. انظر قومی هم ایرانی ها تغییر پیدا کردن، خراسان به کل از دست رفتمش ترک شد، بخش شمال شرقیش و جاهای دیگه‌اش. حالا ما تو اینا نمیخوایم وارد بشیم، مهم اینه که دوباره اسلام بنکل پیروز شد و این بار دیگه پیروزی نهایی بود و داغون شد ایران. یعنی بعد از اینکه سلجوقی‌ها اومدن سر کار، دیگه اصلا بنا رو اصلا بر نابودی زبان فارسی هم گذاشتن که یک سیری آغاز شد از بکار بردن واژه‌های عربی. تا قبل از اون مثلا تا سده چهارم هجری زبان فارسی همین زبان بود که شما مثلا پیش ترجمه تاریخ طبری می‌خونید، زبان یه 90% واژه فارسی هن. و خود اون بلعمی هم که ترجمه کرده خیلی مسلمان باورمندی بود، ولی مدل ایرانی بود و نیازی نمیدید واژه عربی به کار ببره، فارسی میگفت. ولی وقتی که ترک ها اومدن، چون اینا حساسیت ایرانی هم نداشتن و گرایش خیلی عربی اسلامی داشتن، اصلا بنا رو گذاشتن که همه چیز ایران که از بین بره، و واسه همینم زبان فارسی بعدن اون زبانی شد در دوران سلجوقی که به سپستر هم ارث رسید، که تا قاجار میبینید تا قبل از مثلا فرهانی که دوباره بیان آغاز کنن سادگویی فارسی رو، که تقریبا تا 95% 98% واژه ها اصلا عربی شدن. مثلا چه میدونم، مثلا شما الان براتون نرمال شده همین زبان عربیه، برای همه دوستان در حقیقت همون زبان تیپیکی که میشناسن. چون یک کسی اگه بگه که من از تحمل حضرت عالی در مسائل مربوطه مثلا تشکر به جا می آورم، همه واژه عربی بودن به جز به جا می آورم، این برای دوستان نرماله. ولی اگه یک کسی مثلا بیاد بگه که چه میدونم من از مثلا چی میگفتم مثلا در قرن چهارم هجری، مثلا بلعمی ممکن بود برگرده بگه من از شکیب دوستان مهتر از شنود و برگرفتن داده های انجامیده سپاس گذارم، خب این به نظر شنونده امروز غیر عادی میاد، چون میگه این فارسی نیست، فارسی همون عربیه اون خوبه. این اتفاق زمان سلجوقی ها افتاد.
من دیدم چون جزئیات فرو میره من نمیخواستم بعد اینا بعدا باید لکچرهای جوله جوله برشون گذاشت. به هر حال اون اتفاق با ایران داشت اونجا میافتاد. در این فازی که حالا این تصرف دوباره ایران انجام شد و البته تصرف اولش مهمتر بود و ایرانی هم در حال زد و خورد و دفاع بودن، یه سری افراد راه دیگری رفتن. اونا راه اون معتزله و جنگ و مقاومت فرهنگی اینا نرفتن، بلکه راه پذیرفتن شکست رو رفتن. یه سری افراد نومسلمون پیدا شدن که گفتن آقا چگونه میشه در اون مایه اسلام رو برای ایرانی‌ها تحمل پذیرتر کرد، چگونه میشه اصلا اون شکست رو به فراموشی برد که اصلا دیگه آدم وقتی یادش نمیفته دردش هم نمیاد، و چگونه میشه با این دین و آیین زندگی کرد و اونو از خودش دونست با اینکه اون در اون مایش برای آدم وقتی میشنوه کریهه. ابزارهایی که به کار بردن، مثلا مهمترین این افراد، مثلا در افراد شناخته شده برای دوستا، مثلا طبریه محمد بن جریر، اون کوشش کرد از راه سانسور و مهندسی تاریخ این کارو مثلا تا میتونه جلو ببره، که مثلا رفتن سراغ خودش شکست که آقا ایرانیا خودشون میخواستن ببازن، چه میدونم یه شماره اندکی مسلمون که از دین خداوند الهام یافته بودن اومدن ایرانیا رو مثلا که تعدادشون خیلی بیشتر باشه، که همش افسانه است. من برای شما تو اون بخشا گفتم چقدر ساسانی ها ستمگر بودن، چقدر این موبدا ستمگر بودن، که براتون عرض کردم مثلا نفوذ موبدا در جامعه ساسانی شاید 1/20 نفوذ در حقیقت مفتی ها یا گردانندگان مذهبی در دوران اسلامی نبود. از این افسانه های دیگه هزاران حدیث خیالی ساختن در مورد ارزش دانش در اسلام، نمیدونم درباره ارج ایرانیان نزد پیامبر که من عرض کردم بهتون بی اندازه به ایرانی ها عقده داشت و متنفر بود ازشون، چون در حقیقت مون عرب یه حال احساس سرشکستگی هم میکرد، داستانش درازه. اینا از راه این مهندسی تاریخ و حدیث های خیالی کوشش کردن شکست رو اینجوری تحمل پذیرش بکنن. بعد از یه مدت هم که دیگه حمله ترکام اومد و بعدش هم مغول اومد، اصلا مملکت دیگه به این کل پاشید، قبلش هم این تنزه این روند آغاز شده بود، اصلا دیگه دست از جهان اصلا کشیدن و روی آوردن به جهان خیالی، جهان مجاز. اصلا کارهای کشوری لشکری اینا رو همه رو سپردن به این مهاجمایی که دیگه کشور میگرفتن، به دست به دست میچرخید. ایران تا پیدا شدن سر کله شاه اسماعیل همش به دست مهاجما دست میگشت. در حقیقت از خیلی خنده‌داره، از ابرقدرت شماره یک آسیا به عنوان کشوری که تعیین میکرد که حتی برای جرمن‌ها کی حق داره مثلا به روم حمله کنه، نه میدونید که میومدن از ایران اجازه نامه میگرفتن وقتی میخواستن به روم حمله کنه خود جرمن‌ها یا جای دیگه، بمونه از ابرقدرت شماره یک جهان تبدیل شده بود به یه تیک غنیمت که میون مهاجمای ترک که بعدن اصلش همش دیگه ترکا بودن، ترکمن و همه نیاکان خود من، دست به دست میگشت دیگه. فرقی نمی بودن، میکشتن، میبردن، تجاوز میکردن کسی که جلوشون بگیره. این روند 800 سال ادامه داشت که از قادسیه تا پیدا شدن شاه اسماعیل. حالا ما با بخشای تاریخی نمیذاریم کنار، چیزی که برای من الان مهمه اینه که با این چیرگی دوربرد اسلام در ایران تولید و هنر و دانش پاشید. چون ما از بررسی تمام این رویدادها میخوایم بفهمیم این ایران جهان سومی از کجا اومده بیرون و چرا هرچی کوشش میشه نمیشه مدرنش کرد یا پیشرفتش کرد. چون الان ببینید ایرانی ها اینطور نیستش که مثلا دیروز آغاز کردن، در حقیقت از زمان صفوی، از زمان شاه عباس ما گزارش داریم که شاه عباس حواسش بود فرنگی ها دارن پیشرفت میکنن، نتونست صنایع رو بیاره ایران چون ملات انسانیش تو ایران نبود که اهل صنعت باشه. گزارشگرای فرنگی در مورد اینا نوشتن، من به جزئیات وارد نمیشم. پس از صفویه دیگه با قاجار دیگه اون شکست سختی که از روسا ایرانیا خوردن 200 سال پیش دیگه یک انگیزه خیلی بزرگی بود که آدم باید در کوتاه‌ترین مدت صنعتی بشه بتونه جلوی دشمن بگیره، تا به امروز نتونستن. هنوز ایران یک کشور درجه 3، حتی درجه 2 هم نیست. چون با ژاپن بسنجید، ژاپن 1860 دو تا توپ خورد از کامودور پریگم کنم نامش بود، اون آمریکایی که میخواست به زور اجازه تجارت بگیره برای فرنگی ها در ژاپن، 60 یا 61 بود، و در عرض 30 سال وسط قرن 19 هم با امکانات قرن 19 هم
بدون نمیدونم تلکس و ایمیل و اصلا اطلاع اون زمان رد و بدل نمیشد. جهان عقب مانده ای بود. با امکانات اون موقع اونا فقط یه 100 تا دانشجو فرستادن فرنگ، اینا یاد گرفتن برگشتن ژاپن و یه خورده مستشار آلمانی و آمریکایی هم آوردن، در عرض 30 سال صنعتی شدن. اصلا باورتون میشه؟ چون اونا اون دستگاه همون فرهنگ سامورایی و با همت و منطقی پشتش نهاده بود. فرقی نمیکرد که قیافش قرن وسطایی بود، با شمشیر کار میکردن، مهم اون طرز فکره بود. من برای شما عرض کردم که وقتی در هندوستان هم وقتی فرنگی ها وارد شدن، خودشون انگلیسی ها در این مورد زیاد نوشتن که گفتن یه گروه اینجا هست، اقلیت 30,000 نفریتون 200 میلیون نفر، اونا اهل صنعتن. این همه پارسی های بمبئی بودن که تمام صنایع هندو اونا ساختن. اون 200 میلیون نفر بیخیال بودن. این 30,000 نفر، اون زمان 30,000 نفر که گریخته های در حقیقت شهرنشین های ساسانی بودن، مال 1,000 سال قبلش، اینا چون فکر همون زرتشتی تو کلشون بود، تمام صنایع هند اونا ساختن. در مورد این مسائل پیپر هست، میتونید برید نگاه کنید به تفصیل. صنایع راه آهن، پارچه، هر چی که دلتون بخواد، همه رو این 30,000 نفر راه انداختن. چون مهم اون نگاهیه که شما به جهان دارید. یه وقتی 30,000 تا زرتشتی دیدن که فرنگی ها چه پیشرفتی کردن، در کوتاه‌ترین مدت آموختن، خودشون رسوندن و شدن در حقیقت کاتالیزور پیشرفت خود هندوستان. خود هندیا بیخیال بودن. بنابراین اگه مثلا این دولت ایران ساسانی سر پاش مونده بود و ایران تکامل طبیعیشو پیدا میکرد، نه فقط اگه فرنگ پیشرفت میکرد در کوتاه‌ترین مدت این خودشون میرسوند، بلکه من گمان میکنم حتی احتمالش قبل از فرنگ خودشون پاشون به جهان صنعتی باز بشه، چون نگاهشون تولیدی بود. ولی وقتی شما نگاه افراد رو مصرفی، کرخت، عرضم به حضور شما همش منحرف به کارهای جنسی، بیخیال، حالت جبری، حالت نوکر منتظر دستور از آسمون و ایناست، وقتی به این حالت میرسونی، این یه جوری جهان سومی میشه که شما وقتی هم میخوای دیگه یک قلتک و را بندازی و خود برسونی، اصلا کسی با شما همراهی نمیکنه. وانگهی وقتی هم را میفتی، اصلا متنفر میشن از شما. تنفری که ما در پایان زمان پهلوی از قشر بزرگی از ایرانی نسبت به اون دولت داشتیم، از همین برمی‌انگیخت که مجبورشون کرده بود صبح تا شب کار کنن، خودشون رو تکون بدن. این براشون بسیار سخت و کریه بود تو اون جهان بینی اسلامی که داشتن. این میان پرده رو بذاریم کنار، از بازماندی آموز گفتار زود رد بشیم. من با اینا فقط آماده سازی کردم نگاه کلی رو. ببینید این چی شد که ایران داره این شکلی شد. اتفاق اول که افتاد نظر مکانیکی این بود که رودخانه نو مسلمونا خشکید. یعنی چی؟ روی هم رفتی میتوان گفت تا هنگامی که هنوز چشمه ایرانیان زرتشتی که رفته رفته به اسلام میگرویدن نخشکیده بود، در جهان اسلام همیشه یه رودخانه از زرتشتیان نو مسلمان نسل سفرم تا سوم پس از گرویش، یعنی تا پدر پدر بزرگ، هنوز در جریان بود. اینا بودن که اون دانش‌های اسلامی رو جلو می‌بردن. که اصلا خنده‌دار این واژه دانش‌های اسلامی، چون وقتی نگاه می‌کنی 90% نام همه ایرانیان. این بابا مثلا پدر پدر بزرگش می‌گروید به اسلام، یا پدر بزرگش یا پدرش بود یا خودش بود تازه گرویده بود، مثلا خوارزمی که هنوز بهش مجوسی می‌گفتن، چون شبا یواشکی می‌رفت تو آتشگاه با خطر مرگم که داشت توی بغداد. اینا چون نگاهشون زرتشتی بود، به شیوه زرتشتی هم کار می‌کردن. ولی وقتی یارو مکتب می‌رفت و از نسل سوم دیگه اون قرآن شرعیات رو بهش یاد میدادن، این مغزه میبرید. یعنی از حالت اون زرتشتی ترانسفورم میشد به همین حالت جهان سومی که الان میشناسید تو جهان اسلام. تا موقعی که این رودخانه نو مسلمان ها وجود داشت، اینا بعد 150 سال که جزیه میدادن کسی مسلمان نمیشد. بعدن که آغاز کردن میون 150 پس از قادسیه تقریبا میشه گفت تا 400 پس از قادسیه، 300 پس از قادسیه، یه رودخانه کلفتی از نو مسلمان ها همیشه در جامعه بود که اسمن یارو مسلمون بود ولی فکری کله هنوز زرتشتی بود. تمام این اون روزگار شکوفای عباسی رو پدید آورد. اصلا ربطی به اسلام نداشت که خنده‌دار. آدم من تو دانشگاه همیشه وقتی درگیر میشم با اون یکی‌ها که نظر کلاسیک رو دارن، اون خندم میگیره که این طفلا نمیدونن چی به چیه. از این رودخانه کمابیش همه کارگزاران منطقی دستگاه کشوری میومدن، همه برنامه‌ریزان سازندگی، همه پژوهندگان دانش کمابیش، یعنی با حدود 90%. اما این چشمه با هر نوع مسلمان فراتر یه تن بیشتر میخشکید، کم میشه دیگه اون موقع از اون مخزن. و هنگامی که سراسر خشکید،
و واپسین گرویدگان پس از سه زادگان دیگه از ریشه زرتشتیشون دور افتادن، از بنیاد دیگه همه چی فرو پاشید. حمله دوم اسلام که ازش نام بردم، اینجا گسترده تر میگم، سده چهارم هجری روزگار زیاریان و بویان و پیروزی ارتشی ایرانیان بر خلافت بغداد همراه با اون کوشش‌های معتزله اینا تو کار فلسفی فرهنگی، نوید آزادسازی و بازپسگیری ایران از اسلام را میداد. واپسین سرزمین ایرانی مانده کشور ساسانیان گیلان و طبرستان آهنگ بازپسگیری ایران از دست مسلمین را کرد. همزمان جنبش معتزله و شعوبی زیر ساخت اندیشه که نبرد را هم فراهم ساخته بود. در آستانه پیروزی فرجامین ایرانی ها، این هنگام که بغداد هم گرفتن، خلیفه رو خوننشین کردن، همه چی، سیل میلیونی ترکا از آسیای میانه آغازید. گرایش و زندگی ترکان دشتنشین و قبیله منش به اسلام به نگاه عربان به آن همانندی بسیار داشت. ترکان نیز به سان عربان به مسلمانانی بسیار متعصب در آمده تا به روز ماندن، همین ترکیه امروزی. پس از چیرگی بر ایران، ترکان مسلمان بنیاد هر آنچه را که دیگر از فرهنگ ساسانی در سطح روستایی به عنوان ریشه که از توش این افراد دوباره میمادن بیرون مانده بود اصلا کندن. از میان رفتن لایه کتخویان ساسانی یا همون دهگانان، پاکسازی شهرهای آباد از لایه های دانشساز و هنرساز، مثل نمونه نیشابور که براتون شهر میدم، این نابودسازی و پاکسازی بسیار کارآمد و فرجامین بود، زیرا زیر راهنمایی و برنامه ریزی انجام می شد. کسایی به سان غزالی، در حقیقت یه جور مثلا آقای مطهری اون زمان، اینا می دونستن که دقیقا چجوری باید شکنج کنن، چون قبلش هم کار فلسفی کرده بودن علیه ایرانیای معتزله. ترکان به راهنمایی اسلامگرایان برنامه مند، به ویژه در سطح شهرنشینان، عناصر ایرانی خردگرا را از دم تیغ گذرانده، هم ریشه دانش را و هم هنر را که نیمه جان بود از ریشه ستردند. فراتر آنکه چون هنرگرایی و دانشگرایی کمابیش با ایرانگرایی یا مجوسیت هم یه جوری به هم گره خورده بود، یعنی میدونستن که یارو وقتی که اهل هنر و دانشه همیشه یه نگاهی هم به همون مجوسیت داره، فرمان روایان ترک و راهنمایان اسلامگرایشان پافشاری بر نابودی زبان فارسی هم داشتن. این واپسین بازماندهی خطرناک به قول خودشون روزگار خسروان در سطح دیوانیان و کارمندان کشوری که گفتم هی اینقدر دیگه واژه عربی به کار بردن که رسید به اون درصد 95-98% عربی، 5% فارسی که دوستان امروزی، حالا اگرم نه خودشون ولی نسل پدراشون هنوز اونو دوست داشتن یا خوی داشتن. در حقیقت همین کارکرد نیمه دوم زمان همین پهلوی بود که یه خورده زبان دوستانی که الان گوش میکنن یه خورده فارسی تر کرده. پس از 200 سال فرمان روایی غزنوی و سلجوقیان کمابیش دیگه چیزی از ایرانی کلاسیک دیگه نمانده بود. در آستانه حمله مغول روح ایران نزدیک به مرگ کامل بود. حالا ما یه جهشی میکنیم به دوران بعد از مغول به بازسازی بخش کشوری ایران. پس از حمله مغول و لگدمال شدن مسلمانان به دست آن کفار و فروشکستن آوازه شکست‌ناپذیری اسلام، گرایش فرمان روایان این جهانی اندیشنده مغول، یعنی این جهانی اندیشنده، این حمله مغول که تقریبا نصف جمعیت ایران جنوساید کرد یه فضیلت داشت، چون اسلام رو نیست و نابود کرد تو میدان جنگ، سپاهای مسلمین رو به سادگی میشکستن که انگار که اصلا هیچی با ژله داره میجنگه. این در داخل کشور این نمود قداست اینو شکست و دیدن که نه، پس شکست پذیره. و بعد در پیامد این یه سری ریشه های ایرانی مثلا خانقاه صوفیان در اردبیل که در حقیقت شیخ صفی توش میشه، اینا هنوز ریشه ها و فکرهای ایرانی داشتن، حتی خیلی هاشون هنوز به زبان ایرانی کهن صحبت میکردن، مثل خود شیخ صفی که ترکی بلد نبود، به آذری کلاسیک مینوشت. اینها نه حالا خیلی خودآگاه، ولی ناخودآگاه خودآگاه یه معجون عجب و غریبی ساختن از عناصر ایرانی قدیم و شیعه‌گری، البته نه در زمان صفی بلکه از زمان جنید و حیدر بعد اینجوری شد که اونها البته خودشون موفق نشدن، ولی به دست یه آدم عجب و غریبی به نام شاه اسماعیل این کار تو بخش میدان جنگش دست کم انجام شد. شاه اسماعیل که دست کم 2 تا یا 3 تا لکچر خودش نیاز داره واسه اینکه یکی از عجیب ترین و غیر عادی ترین رویدادهای تاریخ بشر بوده
که یه دولتی 800 سال پس از نابودیش و یه مردمی بیاد خودشو از نظر دولتی 100% دوباره بازسازی کنه. این استاد آلمانی این دوره شپولر که استاد من بوده در دانشگاه در سال 60 میلادی، اون همیشه گفته که این در تاریخ بشر اصلا نمونه نداشته، تا آینده هم نخواهد داشت که یه ملتی 800 سال پس از نابود شدن خودش به حالت دولت دوباره خودش رو بازسازی کنه، که این کار به دست شاه اسماعیل انجام شد و کار عادی هم نبود. در حقیقت به زور این مرد روند تاریخ رو چرخوند به وسیله این که بر حسب اتفاق تو مسائل فرماندهی یه جور اسکندر بوده، تو مسائل فرماندهی روزگار کلاسیک، یعنی جنگ قدیم با تیر و کمون و شمشیر و اینها، یک چیز در ردبندی اسکندر بوده و ایشون با 20,000 نفر در تبریز که آغاز کرد، سر تا سر ایران سپاهیان در حقیقت ترک سنی، همونا که در حقیقت ایران رو چند صد سال بود غنیمت گرفته بودن، خب اینا میخندیدن به برخورد با او، چون قبلش هم همیشه ایرانی ها رو شکست داده بودن و این مرد با این 20,000 نفر و یک اندک افرادی که بهش گرویده بودن در آینده نزدیک 10 سال به فراتر از اون گویا 600,000 تا 800,000 نفر از اینا رو کشته تو میدان جنگ. یعنی یک اتفاقی که اصلا تو تاریخ بشر اصلا همچین چیزی تا حالا انجام نشده، یه اتفاق از بنیاد غیر عادی بود که ما بیشتر از این توش نمیتونیم الان فرو بریم، برای این که ما رو میبره توی لکچر دیگه. ولی به وسیله این اتفاق و شاهنامه خونی این مرد که تو گیلان یاد گرفته بود و همون ریشه ایرانیش که از اون خانقاه اردبیل بود، اینا اومدن یه دولتی شبه ایرانی ساختن که جای دین زرتشتی رو با این شیعه‌گری جنگی جایگزین کردن، که این تونس ایران رو تو مرزهای حتی دوران ساسانی دوباره بازسازی کنه و ایران از نظر سیاسی دوباره پدید اومد. از نظر تاریخ شناسی اگه بخوایم نگاه کنیم، این دوران دوباره به پایان رسید با پیروزی آیت الله خمینی. آیت الله خمینی و همفکراش به ویژه آقای مطهری و آقای شریعتی، اینا بر این باور بودن که ما باید این میان پرده نحس رو که در حقیقت این بهش میگفتن شیعه صفوی رو باید به پایان برسونیم و برگردیم به اون اسلام اصلی عربی که قبلا بوده. و شگفت این که دولت ایران به این سادگی همه چیز داد دستشون فرار کرد. یعنی آنچه که شاه اسماعیل تو میدانهای جنگ با اون سختی به دست آورده بود و این کسایی که پس از او بر این کشور حکومت کرده بودن، نه فقط صفوی ها، بعدش نادر، حتی همین قاجارهایی که شکست میخوردن ولی خودشون بالاخره شاه ایران میدونستن، اینا همه در دست پهلوی دوم از دست رفت، چون به سادگی داد دست در حقیقت میشه گفت سپاهی از افرادی که خودشون رو یه جورایی عربی میدونستن. حالا باید نمادش بیشتر آنالیز کنیم. و گریخت و پاشید، یعنی این میان پرده 400 ساله به پایان رسید. ولی تو این میان پرده ایران از نظر دولتی دوباره پدید اومده بود، البته نه از نظر فرهنگی. و این بحثی هم که اون موقع من اینجا ادامهش دادم که الان بخاطر کم بود زمان باید تندتر ازش بگذریم، برای همینم هم بود که بخش فرهنگیش چون بازسازی نشد، چون شاه اسماعیل مثلا خبر نداشتی که 800 سال گذشته بود از ساسانیا، این فقط با اون غیرت در حقیقت جنگی که داشت و اون روحیه ناخودآگاه ایرانی که حس میکرد و علاقه که به شاهنامه اینو داشت، بخش دولتی رو به زور شمشیر زدن دوباره ایجاد کردن. ولی جان فرهنگی کشور مرده بود. برای همین بود که تو بخش هنر و سازندگی هم یه کارایی کردن ولی دیگه توان اونو نداشتن که بخوان صنعتی بشن، چون اون نگاه تولیدی قبلی اون به کل مرده بود. گرس کردم در زمان مثلا شاه عباس ما اینا رو میبینیم. آنچه به دست شاه اسماعیل پس از زنجیره‌ای باور نکردنی از پیروزی‌های ارتشی به دست آمد، استقلال از دست رفته سیاسی کشوری لشکری ایران را 800 سال پس از شکست قادسیه دوباره به دست آورد، که این عرض کردم در تاریخ بی‌نمونه بوده. اما از آن جایی که روح جهانبینی کشور مرده و اسلامیزه شده بود، خود حتی شاه اسماعیل و پسینیانش هم پس از آن همه پیروزی دوباره به دام اسلام افتادن و برای زیرساخت بخشی ایدئولوژیک به این کشور یا بخش اون دین شیعه رفتن فقیهای رو دوباره از جبل عامل اینا آوردن، چون اندیشه دیگه کشور نداشت.
که مثلا بخواد یه روح زرتشتی مانند مثلا بدمه تو اون ایدئولوژی شیعه جنگی نوعی که اینا میخواستن اون لحظه جا بندازن. البته این شیعه روی هم رفته با سرنوشت ایران به هم گره خورده بود و از این رو دست کم در زمینه کشورداری با اون شاهنشاهی ایرانی که خود ساختار نااسلامی بود و مسلمان هم در تاریخشون پیوسته از نابودیش خودشون ستایش میکردن، تا انقلاب اسلامی با هم سازگاری داشتن این شیعه رسمی در ایران و دولت شاهنشاهی. اما در زمینه دشمنی با هنر و دانش و نگاه بیخیال به آبادانی و تولید، کمابیش سرشت اسلامی رو میشه تو همون شیعه دید و همه کوشش دستگاه کشوری صفوی در گسترش آبادانی به ویژه زمان شاه عباس رو هم آخر برباد داد، چون کشش فرنگی کشور دیگه نداشت. اینجا من یه خورده موقع فراتر پیش بردم که این ایرانی‌ها وقتی که برخورد کردن با فرنگ و این روح تولیدی در اونها مرده بود، نتونستن خودشونو برسونن. آنچه ناکامی ایران در برخورد با گسترش و بالایش فرنگ، یعنی توسعه فرنگ، میتوان نامید، پیامد همان مردن روح ایرانی زرتشتی بود و پیامد آن مرگ در تولید، هنر و دانش. جایگزینی جهان‌نگری ایرانی زرتشتی با جهان‌نگری ابراهیمی اسلامی، ایران را از یک کشور فراورنده پژوهنده به یک کشور مصرف کننده تقلید کننده جهان سومی درآورد که امروز هم هنوز هست. بیگمان اگر ایران زرتشتی مانده بود، اگر که خودش حتی روزگار صنعت را نمی آفرید، در برخورد با هر گونه برتری صنعتی دیگران خودش رو در کوتاه‌ترین زمان مثل همون سرعت برق‌آسای ژاپن شد از اون تندتر میرساند و دوباره پیشی میجست، چون ابرقدرت بود دیگه. به این آگاه بود که شما تو بخش تولید باید سر باشی اگه میخوای ابرقدرت بمونی. این دعوه یا این مدعا نه تنها به یاری رفتار و کوشش ایرانیان پیش از اسلام، بلکه نیز از روی برخورد پارسیان هند با دانش و صنعت فرنگ قابل اثبات است. داوش فرجامین که به درستی یا نادرستی آن سرنوشت همه ایران و کنشگران هر گونه سکولار که میخوان دین از دولت جدا کنن وابسته است، آن است که بدون جابجایی دوباره بنیادهای جهان‌نگری ایران اسلام زده به سوی بازسازی نهاد پیشرفت‌جوی و آزادمنش پیشین آن، البته با در نگر گرفتن آنچه که پسرعموهای ایرانی ها یا همون فرنگی ها در یه جنبش ژرف و گسترده در این 100 سال گذشته پدید آوردن. ایران همیشه کشور جهان سومی خواهد ماند. یعنی اگه یه جابجایی فرهنگی رخ نده، تمام این کوشش های سکولار در سطح سیاسی با همه درستی فلسفیشون یا میوه نمیدن، یا حتی اگه تونستن واقعا ایران رو یک کشور سکولار بکنن و نهاد دین اسلام رو از دولت جدا کنن که در خود این پرسش هست که یا با اسلام هم چی کاری میشه کرد، میدونید ایران چی میشه؟ ایران میشه یک کشور آمریکای لاتین، تماما فاسد، البته سکولار، اوکی، دولت از دین جداست مثلا، تماما فاسد، تماما مصرفی، تماما دروغگو، به درد نخور، ولی سکولار. یعنی این به این معنا نیست که اون کوشش اون افرادی که در بخش سیاسی کار میکنن کم ارزشه، اون بازو هم باید سر جای خودش باشه، ولی این کشور اگه از دیدگاه فرهنگی شخم نخوره، شما اگه بهترین قانون اساسی رو هم توش پیاده کنی و واقعا دین از دولت جدا کنی، یه فضای سالم حتی سیاسی پدید بیاری، چون خود افراد اصلا حال تولید ندارن بلکه اهل مصرف و دروغ و اینا هستن، میشی آمریکای لاتین. بیشتر از اون چیزی در انتظارت نخواهد بود. من اینجا کوشش کردم در این پایان این آموزگفتار تاریخی نیمه فلسفی رو یه جوری وصلش کنم به روزگار همین امروز ما، که شما احساس کردید از زمان صفوی به این ور دیگه من چنان با گام‌های تند تند پریدم، حتی روزگار حمله مغول هم اصلا دیگه نشگفتم، فقط پیامداشو گفتم. یعنی یه گام یهو 800 ساله برداشته شد در عرض 3-4 صفحه، ولی پیام کلی رو خواستم برسونم، چه پیامدهای حمله مغول
اسلام سست شد، سرکرده صفوی ها پیدا شد، ایران نظر دولتی ساخته شد، ولی چرا نظر صنعتی ناکام موند؟ برای اینکه فرهنگش از دست داده بود. و آخر سر هم پهلوی هم سر همین ساقط شدن، چون اونا درست نمیفهمیدن که یا رایزنش نداشتن یا اصلا این اندیشه تو ایران نبود که این اندیشه سرتاپا مسموم شده رو شما نمیتونی صنعتی کنی فقط با پدید آوردن ساختارهای کاری درست. من ازتون هزار بار پوزش میخوام که این آخرش انقدر شتابان رسید. من این آموز گفتارا رو اینجوری سرشو تهش میارم و بعدن در آینده اگر که لازم بود در مورد دوره های ویژه و موقع ما سلسله آموز گفتار میذاریم فقط در مورد یه دوران. البته باید با هم آنالیز کنیم بعدن که آیا واقعا یه کنشگر رنسانسی اصلا نیاز داره اینقدر مثلا سواد جزئیاتی داشته باشه در مورد مسائل، یا همین آموز گفتار شیش نشسته بسه در حقیقت اگه به این بسنده کنه خودش خودی بیشتر مطالعه کنه. ولی اگر علاقه بود اون موقع هر گونه از تک جستارهایی رو که اینجا از او مهاجرت آریایی ها تا ناکامی در حقیقت پهلوی یا این شیعه ناکام مانده صفوی و بازپسگیری ایران به دست عرب ها، یه جوری میشه گفت، یا عرب دوست ها، نمیدونم چی باید بهشون گفت که واژه فنی علمی باشه، در زمان خمینی اینا رو هر کدوم لازم بود اون موقع بیشتر میریم توش. از من بس.